و اما تست 232 برای عنصر آ نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگین تر به ایزوتوپ سبک تر برابر 2/5 است. این عنصر دارای دو ایزوتوپ آ با عدد جرمی ام منهای 1 و آ با عدد جرمی ام به اضافه 1 می باشد. جرم اتمی میانگین این عنصر کدام است؟ دخترها و پسر من مرحمت کنید دیدگاه تستتون جرم اتمی میانگین رو هایلایت بفرمایید. بسیار مهم، یه رابطه بسیار مهم رو از جرم اتمی میانگین میخوایم خدمتون عرض بکنیم، به این صورت که M1 به اضافه F2 درصد M2 منهای M1 به اضافه F3 درصد M3 منهای M1 به اضافه چند تا نقطه چین، حالا چند تا میخواد داشته باشه. خب این رابطه سرعت عمل شما رو در بررسی تست های جرم اتمی میانگین خیلی بالا میبره. چند تا توجه داره؟ توجه به این موضوع که برای M1 الزاماً باید جرم ایزوتوپ سبکتر رو بذارید، از همه سبکتره و اینجا نیازی به درصد فراوانیش وجود نداره، یعنی M1 رو فقط جرمش رو میذارید. خب اینجا برای بعدی میشه درصد فراوانی اون سنگین تره، یه ذره سنگین تره، اختلافش رو باید جرمش رو با M1 در نظر بگیری، از همه سنگین تره M3 منهای M1 و اگر توجه داشته باشه همیشه این اختلاف رو نسبت به M1 باید در نظر بگیری. حالا ای حواست هست، ای حواست هست، من این رابطه رو با درصد فراوانی نوشتم، یعنی اینها الان F2 درصد و F3 درصد درصد فراوانی هستن. میتونید شما اینجا به جای درصد فراوانی به جاش نسبت فراوانی رو بذارید، کما این که اگر شما دقت بکنید در این تست به شما نسبت فراوانی رو معرفی کرده و حالا فارسی این که برمیگرده میگه نسبت فراوانی ایزوتوپ سنگین تر به ایزوتوپ سبک در 2/5، فارسی خوندن این خیلی مهمه. این یعنی به ازای هر دوتا ایزوتوپ سنگین 5 تا ایزوتوپ سبک دارید. حالا نسبت فراوانی در واقع می شود چی؟ نسبت فراوانی می شود جزء به کل. وقتی به ازای هر دو تا از این 5 تا از این داری، کل شما می شود 7 تا. به ازای هر دو تا از این 5 تا از این داری، کل شما می شود 7 تا. پس جرم اتمی میانگین الان علامت سواله، سبکتره جرمش چقدره؟ ام منهای 1، ام منهای 1 به اضافه سنگین‌تره رو میخوای اینجا نسبت فراوانیشو بذاری، سنگین‌تره 2 تاست، کلت میشود 7 تا. اینو گند میزنه 2/7. حالا اختلاف میان سبکتره و سنگین‌تره، اختلاف ام منهای 1 با ام به اضافه یک، دیگه نمی نویسم، اختلاف این دوتا، اختلافشون این ام منهای یک این ام به اضافه دوتاست، که این 2 در 2/7 ضرب شود می شود 4/7. ام منهای یک به اضافه 4، اینجا را کن ام منهای یک به اضافه 4/7، مخرج اینها رو بخوای یکسان بکنی به جای یک این رو چند در نظر می گیری؟ 7/7. از 7/4 بیا اینجا، این علامتش منفیه، این علامتش مثبته، کم بکنیم میشه 3/7 با علامت غالب، این بزرگتره الان، یعنی میشود ام منهای 3/7. ام منهای 3/7 رو تو کدوم گزینه دارید؟ گزینه 1.